بعد اونایی که مثلا تو کنکور ناپلونی قبول شدن اومدن مثلا به زور اومدن تو رشته اذیت میشن. من واقعا دیدم کسایی که اینطوری سخت اومده بودن افتادن، مجبورشن میان دوره بیان دوره امتحان بدن وارد شن، 6 ماه عقب میافتن با سال بعد دوباره امتحان میدن. بس خیلی خطرناک هم نیست مثلا یکی نگران باشه اون وقتی نمره هر چقدر بالاتر بشه چه مزیتی داره؟ خیلی مثل همون 5 درصدی که گفتم. آها اون 5 درصدی کار میکنن روشون، یه تخصص تحصیل داره واسه شون، یعنی آزمون رزیدنتی که میدن آره یه خاصیتی داره واسه شون. خیلی هم چیز نیست، خیلی هم خاصیتی نداره ولی یه خاصیتی داره. بعد یه چیزی، آزمون علوم پایه دانشگاه تهران و شهید بهشتی جداست از آره دانشگاه. آره دو تا جدا میشه. چرا اینا سطحشون میگه ما بالاتر از یعنی تهرانی ها بهشتی میان با هم دقیقا. مثلا اونا دارن چلو کباب میخورن. من شهید بهشتی و تهران فرق داره با هم، یعنی همدیگه قبول ندارن، یعنی آزمونشون جدا. آره جدا میگیرن چون میگه ما ساعتمون بالا. بچه‌ها دانشگاه‌های تهران آره یه چیزی بهتون میگم، این دو تا اینجوریه تهران و بهشتی. بچه‌ها ساعتشون خدایی خیلی فرق داره، یعنی یه بچه‌ها واقعا فرق داره. پس اینا حواست باشه اگه واقعا تراز بالای 6000 داری الان در حال حاضر، یه کاری کنی به تهران و بهشتی برسی. واقعا بچه‌ها خیلی فرق داره. ولی یه چیزی هم بگم، تو وقتی قبول شدی زورت هم زدی دیگه، واقعا خودت دیگه میگه آقا ته زور من همین بود دیگه، بیشتر از این در توان من نبود دیگه، افسوس گذشته رو نمیخوری که حالا مثلا من وایستم. دقیقاً اینو واسه میگم که گفتم تهران بر بچه‌هایی که مثلا الان ترازشون خیلی خوبه، خب 6000 به بالا آفرین خیلی خوبه، بعد اینا میدونن قبول میشن یه سریا. من میگم آقا تلاش تو نهایتتو بذار، یعنی این دو تا رو کم نذاری که مثلا میگه حالا من که قبولم این دو تا رو بیار. یه سری از آدما الان برترا رو من دارم میگم، اون طرف میگه خب آقا من که قبولم، مثلا ساکن اصفهانه میگه من که قبولم، یا ساکن شیرازه میگه من که قبولم، و شیرازم قبول بشه نمیاد تهران. آره. یا بهشتی میگه من همون شهر خودم میمونم. مثلا خیلی از تبریزی ها، مشهدی ها، اصفهانی ها و تبریزی ها متاسفانه این طرز فکر رو دارن. آره. که میگن ما نمیخوایم سختی های تهران اومدن رو تحمل بکنیم. پس تو میگی با توجه به اینکه رفتی و الان 3 سال پزشکی خوندی، ارزش داره اگر کسی شهر خودش قبول شد، حتی اگر شهرش از شهرهای تاپ و درجه یک بود. بعد مشهد و تبریز اینا داستان دیگه با هم نداره. خیلی خوبه. خب ولی من یه چیزی میگم، بچه استادای بهترین استادای ما از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدن. خب که یعنی تو تفاوت رو احساس میکنی؟ من تفاوت دارم میبینم بچه‌ها، من دارم تفاوت رو میبینم. یعنی استادی که از دانشگاه خسروی خب فلوشیپ 2 هماتولوژی مثلا، من دارم میبینم خیلی سطحش فرق داره، یه سطح خیلی بالایی داره اصلا، انقدر میدونه همه چیز بچه‌ها، خیلی تفاوت داره. خیلی تفاوت نسبت به استادی که من استاد دیگه نمیخوام بگم. آره که دانشگاه اصفهان بودی این سطحش خیلی فرق داره. بابا میگم استاد خسروی بود، دمشق یا آدم پور اصلا میدونه همه چیز. مثلا اینه که بعد الان آنلاین بوده استفاده کردین شما مثلا از این استاد یا نه به اون صورت؟ استفاده کردیم، اما اینکه یه مدت این مدت حضوری شد دیگه ما رفتیم، خیلی استفاده کردیم ولی آنلاین نبود. الان دوباره آنلاین شد. الان دوباره نشد. سال اول قبول نمیشه. چرا؟ علت شکست در سال اول. بله در سال اول بنده. و دوست دارم یه کاربردی بگی که الان این آدمایی که اینجا نشستن ممکن این نفر باشه مثلا اون اشتباه رو نکنه الان داره مرتکب میشه. اشتباهات رو یکی یکی بگو که بریم. سال اول بنده درگیر حاشیه اشغال مدرسه میرفتم، درس خیلی حال با درس میکردیم. مثلا این دورانه که بهمن و اسفند من یادمه که اصلا گذاشت کنار. بهمن و اسفند ماه یأس و ناامیدیه. یا بی خیالیه یا یأس و ناامیدی. آقا خوابه هست، خوابه هم دیدی چه حال میده اول صبح که از خوابه چجوری دل بکنم، بعد نمیدونم یه فضای بدیه اصلا. نه خیلی بده بهمن و اسفند، بدترین ماه. جدی میگم این واقعا اعتقادت اینه بهمن و اسفند؟ آره مخصوصا اسفند. من میگم کسی که اسفندشو از دست نده واقعا بشینه بخونه تو کنکور نتیجه میگه. جدی میگم یعنی کسی که یه بار دیگه اینو بگی، ایمان دارم کسی که اسفندشو از دست نده قطعا تو کنکور نتیجه میگیره. و اگر کسی اسفند از دست بده سخت میشه، خیلی سخت خیلی کار سخت. بچه‌ها واقعا سخت میشه. چون ببین تمایز ما تو دانشو برتمون بهمن اسفندمونه. به خدا قسم بهمن اسفنده، چون بهمن اسفند بعد اینو میخونن، به خدا همه میخونن بهمن اسفند، مجبور بخونه یارو. آره دیگه میفته تو دور دیگه واقعا میخونن، با استرس هم شده میخونه. بهمن اسفند نسی نمیخونه، حسش میاد اعصاب خورد. زمان مهم زیادیه، ما نیم سال دوم 12 مثل برزخ میمونه دیگه. طرف مثلا راند اول رفته، راند دوم فکر کنم مثلا اومده استراحت،
که مثلا از راند دوم که میفته تو بعد اصلا. از عید مثلا بشه بخونه. چی فکر میکنم؟ فکر مثلا آقا سال تحصیلی ما کنکور تموم میشه. نه یه چیزی بگم، یه واقعیت هم هست، ما 12 سال هممون مدرسه رفتیم تو مدارس مختلف، هیچ کدوممون حتی درس خونترینمون اسفند درس نخونده. چون ما که نسل ما بدبختا، ما از 15 اسفند دنبال بودیم مدرسه نریم مثلا داید. از هفته چندم نریم، استاد خسته نباشی و فلان و جلسه آخر کیه و بعد منتظریم. بعد ما قانونی بود که چهارشنبه سوری به بعد مدرسه نمیرفتیم، یعنی سه‌شنبه. حالا اون موقع در واقع اینا حال و هواش، حالا شما که کلا الان تعطیلید، ولی ما فضای ذهنیمون دقیقاً تو اسفند داشتیم به این موضوع فکر میکردیم. بعد معلمم که نمره کم میگیدیم، حالا تا بعد عید یادش رفته دیگه، معلم حال نداشت، یه فضای این مدلی بود. و ما چون عادت داشتیم بهمن و اسفند درس نخونیم، سر همین قضیه اسفند درس میخونیم. بچا بهمن جدی میگم، بهمن اسفند رو بچسب، خیلی اسفند خیلی مهمه. خب این تمایز میدیدم چی بهت میگم، اینا نمیخونن یه سریا، خب نمیخونن حتی قویا، حتی قویا نمیخونن. بچا خیلی یه سریا میتونن بزنن جلو تو بهمن و اسفند. واقعا بچا اسفند رو خوب بخونید.